سلام عرض شد. دولت کانادا دیروز روز جمعه 24 فوریه یک دونه طرحی رو اعلام کرد که بر اساس اون ایرانی هایی که در کانادا هستن برای توریستی یا برای ویزای دانشجویی اومدن و مدت اقامتشون رو میتونن تمدید کنن بدون اینکه نیاز باشه برن بیرون و پولش هم نمیگیره. ببینید، این قانون رو که اعلام کرد دیروز در نوعش مثبته، ولی به نظر من بیشتر یک نوع کلاهبرداری سیاسی دولت ترودوه. چون ببینید، اینا حقوق‌بازا، علاوه که دو تا نماینده بی بخار داریم در مجلس، مجید جوهری و علی احساسی، و که ایرانی ها قاعدتا هممون بهشون فوش میدیم دیگه، چون علی احساسی که طرفدار صهیونیستا و تحریمی هاست، مجید جوهری هم مخالف تحریم ها بود ولی الان زیر فشار این تظاهرات ها و اینا مجبور شده برگرده به اون سمت و ده ها هیچ کدومشون برای کامیونیتی ایرانی کاری نمیتونن بکنن. ببینید چرا؟ چون دولت ترودو ویزای ایرانی ها رو در آنکارا و سفارتخونه های دیگه به شدت کاهش داده و تعداد ردی ها رفته بالا و این اقدام هم بعد از تظاهرات در حدود 3 ماه شده، بیشتر از 3 ماه سلان ایران دیگه، یعنی اینا باید تحصیلات بیشتری قائل می شدن. و اصلا مهمتر این که قانون خیلی گنگه، این قانون اصلا اعلام نکرده که چی میخواد باشه و بر اساس برخی از گفته های این حقوقدانان هم مخالف نقض قانون مهاجرت کانادا است که شما وقتی با ویزای توریستی یا ویزای دیگه میای نمیتونی اون رو تبدیلش بکنی به ویزای کاری یا ویزای اقامتی. خب اینا تناقضاتیه که نگفتن و کسی هم اونجا نپرسید. کامیونیتی ایرانی هم اونایی که میگفت لیدر کامیونیتی ایرانی هم در بریتیش کلمبیا، تا اونجایی که من میدونم اکثرشون آدم های طرفدار سلطنت طلب بهایی ها و کسایی که طرفدار تحریم و دشمن های ایران هن. یعنی اومدن کانادا، سالهاست اومدن. ببینید اینکه ستم شاهی و ستم جمهوری اسلامی یک بخشیه که خیلی هم جدیه، ولی اینها اکثرشون آدم های بیریشهی هستند. یک کلام نقد سیاست کانادا رو نمی کنن، یک کلام در مورد این نپرسیدن که اصلا چی هست، این برنامه چی بوده، چی هستش. و در حال دیگه کامیونیتی ایرانی، جامعه ایرانی بیشتر از اینها حقشه که بهش بدن. یعنی واقعا دولت واسه اتفاقا ویزاها رو، ویزای ایرانی ها رو بیشتر بکنه، هرچند که متاسفانه خیلی از ایرانی ها میان و پناهندگی میگیرن تو کانادا و در حقیقت تیز هم نیستن، یعنی در حقیقت نه سیاسی هن، ولی خب الان بیشتر از طریق پناهندگی مسیحیت میشه و کلیسای کانادا هم حمایت میکنه و دولت هم سریع بهشون پناهندگی میده، که خب البته اشکالی هم نداره از این نظر، به شرط اینکه واقعا آدم های درستی باشن و به این جامعه خدمت بکنن و حداقل توی این کشور که بهشون کمک کرده رو قدرشو بدونن و تلافی بکنن دیگه، یعنی جوری برگردونن دیگه آقا جان دیگه، فقط نکنیم ازش. در حال ببینید، ایران که یک کشور تاریخی اونجا و نیازی به کانادا نداره، کانادا نیاز داره به ایران به خاطر حضورش تو منطقه، ولی با توجه به این سیاست هایی که پیش اومده با جنگ اوکراین و روسیه و حمله روسیه به اوکراین و نزدیکی ایران به روسیه، عملا مشکلات پیش اومده دیگه. یعنی و جمهوری اسلامی هم سوار کاره به دلیل اینکه اکثریت اپوزیسیون مخصوصا خارج از کشور بی هویت، بی ریشه است، وطن فروشه و یک کلام مزدوره. میخواییدم ببینید چرا؟ ببینید آقا، ما سالهاست تو این کشور این دیگه. ببینید کدوم نهادی رو ما تونستیم تأسیسش بکنیم؟ یک آدم های قبیله‌ای هستیم، تعارف هم نداریم دیگه، بنابراین سیاستمداران اینو میدونن دیگه. در حال امیدواریم دولت کانادا شفاف سازی کنه که این پلنی که گذاشته چی هستش، باید باعث نشه که دوباره یه سری رو دوباره سرکیسته بکنن